الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. تا این لحظه ما داریم به وسطای ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. در این ماه رحمت، در این ماه برکت، مردمان مسلمانان در غزه محتاج دعای شما هستند. این سکوت مرگباری که جامعه جهانی رو پوشونده و چشم پوشی میکنن از همه جنایت هایی که رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم و ستم دیده و به حق فلسطین و غزه روا میبینند و از هیچ جنایتی در حق آنها دریغ نکردند، و اما جامعه جهانی که شعارهای توخالی و پوچشون امروز ثابت شده از چقدر پوشالی هست این شعارهایی که دادند، حقوق بشر و حقوق انسان و سازمان ملل و قانون بین الملل، هیچ کدوم از اینها مصداقیت نداره وقتی که طرفی از این نزاعها، طرفی از این مسائل مسلمانان باشند. اما در دفاع از همجنسگراها، در دفاع از نمیدونم برهنگی، مشروب خاری، قرآن سوزی، در همه دفاع از همه نارواها هستند و به اسم آزادی و به اسم حقوق بشر و به اسم آزادی بیان دارن هر ظلم و ستمی رو میکنند. امروز همه ناظر این همه ستم هستند، دوربین ها ثبت میکنه، همه چی وجود داره، باز هم سکوت مرگبار عالم اسلامیه که باعث شده اونها اینقدر جرأت پیدا بکنند که راحت ملت فلسطین رو سلاخی کنند و باکی هم از محاسبه و معاقبه نداشته باشند. خدای خودت نصرت بده ملت فلسطین رو، خدای خودت ظالم ها رو نابود کن، خدایا رسوا کن اونهایی که دارن این جرم و جنایت رو تأیید میکنند و حمایت میکنند. خودت قادر و توانایی، و ما را هم مؤاخذه نکن به خاطر ناچاری و ناتوانی که درش قرار گرفتیم. گرچه عواقب این همه سکوت و جرم و جنایتی که اتفاق میفته و سکوت بر اون بسیار امر خطرناکی خواهد بود، به امید بیداری وجدان ها. میرم سراغ سوال های شما عزیزان. ابتدا سوال بیننده عزیزی هست که سوال میکنه، میگه که آیا سوالشون اینه، میگه من کلاس تحفیظ قرآن میرم و آیا جایزه که در وقت عادت ماهانه من در مسجد بشینم و در دوره‌ای که هست حفظم رو دوره کنم و مشغول مطالعه و مراجعه حفظم باشم؟ ببینید، این اولا حرام هست بر زنی که در عادت ماهانه است که در مسجد بشیند. دلیل اون هم حدیثی است که امام مسلم و بخاری اون رو روایت کردند. اون حدیث هم این هست، میگه امرنا النبی صلی الله علیه و سلم ان نخرج فی العیدین
العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مسل المسلمين. ببینید این در مورد نماز عید و مصلا و نمازگاه هست، یعنی عید نمازی که مصلای عید هست. میفرماید پیامبر علیه الصلاه و السلام در روز عید، این رو ام عطیه نقل میکنه حدیث رو، میگه ما رو امر کرد رسول الله علیه الصلاه و السلام که برای نماز عید به عیدگاه بریم، همه رو، زن و کودک و بزرگ و کوچک و همه امر شدن به این که به نماز عید بیان، به عیدگاه بیان، و نماز عید رو در مسجد نمیخواندن، در عیدگاه میخوندن، در مصلا میخوندن. فرمود ما را دستور داد که بریم به مصلا، ولی به زنانی که در عادت ماهانه بودند اونها را دستور داد که وارد مصلا نشن، در کناری بیستن، وارد مصلا نشن. این مصلایی است که بازه، مصلا حکم مسجد رو هم نداره، ولی با این وصف زنانی که در عادت ماهانه بودند منع شدن که وارد مصلا بشن، ولی دستور یافتن که حاضر بشن، در جمع مسلمانان شرکت کنن، ولی خب خارج مثلا فرض کن نمازگاه و عیدگاه بیستن. و این دلیلی است که این حدیث رو هم مسلم هم بخاری روایت کرده، و این دلیل است بر این که نشستن زنان در مسجد حرام است و جایز نیست. شما در خونتون قرآن بخونید، لازم نیست که حفظتون را حتما تو مسجد مراجعه کنید، تو خونتون مراجعه کنید. امروز وسایل فراوانی وجود داره، وسایل فراوانی وجود داره که حفظتون رو مراجعه کنید، فراموش هم نمی کنید. آنلاین مراجعه کنید، مستقیما آنلاین وسایل وجود داره، همه وسایل تواصل جمعی وجود داره. اگر استاد شما داخل مسجده، شما از خونه خودتان آنلاین براش بخونید و حفظتون رو مراجعه کنید. و اما ختمتون رو، دورتون رو، اینا رو همه رو توی خونتون انجام بدید. و نگه داشتن تمیزی مسجد، حرمت مسجد، چه بسا حالا کسی امکان داره که در وقت عادت ماهانه بر اثر خونریزی که داره فرش مسجد رو نجس کنه، و حتی اگه این هم نباشه، چون حدیث به این معنا اومده، در نتیجه حضور و نشستن در مسجد برای زنی که در عادت ماهانه است جایز نیست. برم سراغ سؤال بیننده عزیز دیگری. بیننده ازی گفتن سلام علیکم و رحمت الله، فطریه هر نفر چند هزار تومان است؟ ببینید فطریه رو از چندین بیانیه من دیدم که در جاهای مختلف مبالغ مختلفی رو گفتند، ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که، و واضح و مشترک اینه، فطریه هر یک نفر به ازای هر یک نفر 2.5 تا 3 کیلو از اگه برنج، قوت اصلی شما برنج، برنج بدید یا قیمتش رو بدید. خودتون میدونید برنج رو کیلویی چند میخرید. 2.5 تا 3 کیلو رو برای هر فردی، هر شخصی از اعضای خانوادتون زکات فطرش می شود. شما میتونید برنج رو بخرید بدید به فقیر، یا اینکه نه پولش رو بدید به فقیر و مسکین. این دیگه ثابت همه جا هر جا که هستید، و بستگی هم داره به نوع خوراک شما. اگه شما خودتون از لحاظ مالی غنی هستید، خب، و برنج گران قیمت می خورید، شما هم گران قیمت رو حساب کنید برای فطریه. اگر نه ارزون قیمت مصرف میکنید و ندارید، کم حساب کنید. هیئت فتوای جنوب ایران یه چیز کار دیگه ای کردن، گفتن برای آدمای ثروتمند 1/300 داراییشون رو میدن، یعنی اموال زکویشون رو، ولی اونایی که ندارن همین 2.5 تا 3 کیلو از برنجی که خودشون مصرف میکنن. حالا اون برای کسی است که قوت اصلی اون، غذای اصلیشون برنج هست. خب اگه کسی غذای اصلیش برنج نبود،
نون غذای اصلیش بود. در این صورت همون مقدار رو گندم یا آرد حساب میکنند یا قیمتش رو حساب میکنند. سوال قبلتر سوالی هم کردن، گفتن سلام، نماز استخاره چجوری باید خوند؟ مثلا بعد از اینکه خوندم اگر با کسی حرف زنم یا چیزی بخورم یا هم بستری کنم درست است؟ نماز استخاره یه نمازه. شما در بعد نمازهای دیگه تون چیکار میکنید؟ بعد نمازاتون میرید با مردم حرف میزنید، زندگی عادیتون رو میکنید. نماز استخاره هم همینه. تفاوتش اینه که در آخر نمازتون یا بعد سلام یا قبل سلام دعا میکنید، دعای استخاره رو میخونید، بعدش میدونید زندگیتون رو بکنید، هیچ چیز اتفاق عجیبی نیفتاده. نماز استخاره اینه، دو رکعت نماز سنت میخونی، بعدش دعای استخاره رو میخونی. دعای استخاره هم این هست، اگه عربیش رو بلدید، اللهم اینی استخیرک به علمک و استقدیرک به قدرتک، اللهم انت تعلم و لا علم، و تا آخر دعای استخاره. معنیش اینه خدایا تو آگاهی و میدانی و من نمیدانم، تو توانایی و من ناتوانم. بعد میگه خدایا اگر این کاری که میخوای، حالا اسم کارتو میبری، فرض کنی شما میخواید مسافرت برید، میگه خدایا اگر این مسافرت خیر دینم و دنیام و الان و آینده من درش هست، خدایا آسانش کن برای من، مرا هم مهیا کن برای این سفر. و اگر شر دین و دنیا و عاقبت و الان من درش هست، خدای من رو منصرف کن ازش و اون رو از مسیر من دور کن. این دعای استخاره است. بعد میگی در آخر خدای چیز رو برام مقدر کن که خیر من درش هست و من رو راضی گردان به اون چیزی که خودت مقدر کردی. این دعای استخاره است. حالا میخواید ازدواج کنید، میخواید تجارت کنید، میخواید هر خونه بسازید، استخاره میکنید، دو رکعت نماز میخونی و این دعا رو میگی. این دعا استخاره است. اون وقت دیگه شما خودت رو با این کار خودت رو دست خدا سپردی، میگی خدایا من نمیدونم، خودم رو به تو سپردم، تو میدانی و آگاهی، تو توانایی و قادری، از خودت سلب اختیار میکنی، میدی دست خدا. خب بیننده عزیزی گفتن سلام، من یکی رو دوست داشتم، الان چند سال فراموشش کردم، به فکری نیستم، فقط خوابش رو میبینم. ببینید عزیزان، ما چیزهایی که در زندگیمون اتفاق میفته تنها این نیست کسی رو دوست داشته باشی، اگه کسی هم از کسی هم بدت بیاد خوابش رو میبینی، کسی که به فکرش باشی خوابش رو میبینی. این خواب دیدن هیچ معنی خاصی نمیتونه داشته باشه. فرض کنید شما فکر کنید ربط به ایشون داره، چه بسا ربط به خودتون داره. خواب ها معنا داره، معنای خوابت رو باید پیدا کنی. و اما اینکه انسان کسی که در زندگیش در گذشته بوده نالان رفته دیگه باید فراموش کنی، باید بدانی که نصیب تو نبوده، گذشته از این که اون ارتباط غلط بوده، گناه بوده، معصیت بوده، باید توبه کنی ازش. این که الان دیگه برای این که زندگی سالمی داشته باشی بتونی ادامه بدی باید حتما این رو کات کنی. دوست داشتن ها، عشق و محبت ها مانند یه درختیه، مانند یه بذریه. شما اگه این رو آبیاری کردی، مرتب بهش رسیدی، رشد میکنه و بزرگ میشه. اگه بهش بیتوجهی کردی، آبیاریش نکردی، گیاهان هرزه رو بر نداشتی، آفت زدایی نکردی، کم کم خشک میشه، از بین میره. حالا چگونه؟ کسی رو یه روزی، حالا به قول خود شما، دوست داشتی. الان هر روز برو صفحه مثلا فرض کن اینستاگرامش رو نگاه کن، فیسبوکش رو نگاه کن، واتساپش رو چک کن، ببین چی گذاشته استوری، ببین پروفایلش چیه. ببین وقتی این چیزها رو انجام میدی، خود به خود داری همون رو زنده میکنی، آبیاری میکنی اون چیز گذشته رو، و هیچ وقت نجات پیدا نمیکنی از این بیچارگی که درش قرار گرفتی.
ولی اگر بی توجه شدی، همه خاطره ها رو برداشتی، همه یادگاری ها رو حذف کردی، کنار گذاشتی، همه چیزایی که تو رو به ایشون وصل میکنه همه رو قطع کردی، کم کم فراموش میکنی و از بین میری. پس سعی کنید خودتون رو نجات بدید از اینکه در یه مخمصه گیر کردید، شب روز در خیال کسی هستید که عین خیالش هم نیست، یا در خیال کسی هستید که نه مال توه، نه شرعاً به تو حلاله، نه قانوناً به تو حلاله، نه اخلاقاً به تو حلاله، در هیچ شرایطی جایز نیست که خودتو مرتبط کنی به ایشون. ولی انسان باید به فکر مصلحت خودش، خیر خودش باشه. میگه دزد دزدی کند بگیرنش، بهش ظلم کند، گناه هست یا نه؟ حق ندارید به هیچ کسی ظلم کنید. دزد رو که گرفتید مالتون رو ازش پس بگیرید یا تحویل دادگاه بدید. حق ندارید کار دیگه ای بکنید. دزد رو که گرفتید، بله در عین درگیر شدی با دزد، اون تو رو زد، تو اون رو زدی، دیگه این درگیریه، باید از مال و جان خودت دفاع کنی. ولی وقتی که گرفتی طرف مقابل رو، دیگه حق نداری، نه حق فحاشی داری، نه حق ستمگری داری، هیچ حقی نداری. تحویل دادگاه بده، مال تو ازش پس بگیر، ببر تحویل دادگاه بده. این کاری که تو میتونی بکنی، در غیر این صورت حق نداری به دیگری ظلم و ستم کنی چون مال تو دزدیده، بیای بهش تجاوز کنی، دست و پاشو بشکنی، نمیدونم اموالشو ببری. نه خیر، چنین چیزی اصلا جایز نیست. ایشون اومده یه ظلمی به شما کرده، شما حق دفاع داری و پس میگیری، به اندازه ضرر و زیانی که به تو زده جبران میکنی خسارت تو و ولیش میکنی بره پی کارش یا تحویل دادگاهش بده. زیرا که ما حق نداریم زیاده روی کنیم در هیچ موردی. خداوند در مهمترین شرایط، در جنگ با کفار، با مشرکین، بعد اینکه میفرماید که جنگ کردید، دفاع کردید، اونا زدن، شما زدید، جبران کردید، میفرماید فاتقوا الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. اگه کسی تعدا کرد بر شما، شما در حد جبران اون مقدار بهش تعدا کنید، ولی تقوا پیشه کنید، زیاده روی نکنید. و بفرماد و جزاء سیئت سیئت مثلها، جزای یک بدی، یک بدی به اندازه خودش. ایشون زده، فرض کنه شیشه خونه شما رو شکنده، شما پول اون شیشه رو ازش بگیر به همون اندازه. شما حق ندارید پول شیشه رو ازش بگیری، یعنی مشکلات دیگه هم درست کنی که ربط نداره. یک کسی در خصومت، اگر کسی تقوا رو پیشه نکنه، تقوا نداره. تقوا چیز الکی نیست که شما فکر کنی فقط یه چیز توهمه. تقوا فعله، یعنی جلوی بدی خودتو بگیری، پرهیز کنی از بد کردن. یک شخصی با دیگری اختلاف داشت، اختلافشون سر یه مسئله دیگه ای بود اصلا، ولی رفت شروع کرد به این که تو زن گرفتی، زنت اینطوری، دخترت اونطوری، نمیدونم فلان اونطوری، برادر چه ربطی داره؟ شما موضوعتون، اختلافتون باشون یه چیز دیگریه. حق نداری پای برادر و خواهر و مادر و همه رو وسط بکشی به خاطر اینکه یک در یه جای دیگری، در یه موضوع دیگری با شما اختلاف داره. میتونی که دست تعلا بکنی و قرآن شریف بگیری در رکوع سجده به چه شکل میشه؟ آیا
جواز داره و چی شکل شوه، خواستم در رابطه معلومات خیلی و سلامت باشید. هر حرکتی بینندگان عزیز، هر حرکتی که در مصلحت نظام نمازتون باشه جایز. در نمازتون یک نماز سنت دارید میخونید، یک کسی چی میاد داخل اتاق، مثلا مثال از میکنم، در میزنه، شما میتونید صداتون رو بلند کنید، حتی میتونید اگه کنار در هستید حرکت کنید در رو باز کنید، میتونید یک چند قدم برید جلو، چند قدم برید عقب، اگه نیازه، یعنی نیاز باشه، نمیتونی به میل خودتون طرف راست برید، طرف چپ برید، ولی روتون رو از قبله بر نگردونید. حالا فرض کنید مصحفی دستتون هست، این مصحف دستتونه، داری قرآن داری میخونی، نماز تو میخونی، میرسی به سجده یا به رکوع، حالا این رو قرآن رو کجا بذاری؟ اگه نزدیکت یک حالا چیزی باشه، میزی، یه چیزی که مقداری مرتفعه، قرآنت رو بذار روی اون جایی که هست و سجده تو بکن، رکوع تو برو، بعد سجده و تا دوباره بلند میشی دوباره بردار. اگه جلو هست جلو بذار، اگه این طرف راست هست چپ هست، هر طوری هر جا که بذاری درسته، اگرم نبود با خودت دستت بگیر، رفتی رکوع دستت هست، رفتی سجده میذاری زمین کنارت تا نماز تو میخونی، دوباره برمیداری بلند میشی به نمازتم ادامه میدی. حرکت هایی که در مصلحت نمازتون هست جایز انجام بدید. بیننده گفتن ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات سوال داشتم، داخل خانه با چه لباسی میتوانم نماز بخوانم؟ و آیا در نماز تکی میخوانم اقامه بگیم یا نیت کافی است؟ زن اگر حالا ایشون احتمالا خانم هستند، لباسی که زن در نماز میپوشه اینه کل بدنش مستور باشد غیر از دست و صورت که واجب نیست بپوشانید، بقیه بدن باید پوشیده باشه، لباسی که پوشید باید حتما نازک و شفاف نباشه، باید تنگ نباشه که چسبیده به بدن و برجستگی بدن رو نشون بده و نمایش بذاره، و این با همین لباس دیگه لباس خاصی وجود نداره، همون لباس های خودتون، مهم اینه پوشیده باشه، رنگ خاصی وجود نداره به نماز خوندن، لباس خاصی وجود نداره. لباس خاص نماز خوندن برای خانم ها اینه که ساتر باشه، برای آقایون هم بین ناف و زانو پوشیده باشه نمازشون درست. اما اقامت گفتن، ببین اقامه گفتن با نیت دو چیزه، نیت قصد قلبی شماست، این قصد قلبی شما نیت، نیت رو به دل میکنید، اقامه رو به زبان میگید. اقامه شبیه اذان هست، ولی اونایی که دو بار هست رو یک بار تکرار میکنی، به جای اینکه مثلا چهار بار بگی الله اکبر دو بار میگی، به جای اینکه اشهد ان لا اله الا الله رو دو بار بگی یک بار میگی، اشهد ان محمد رسول الله رو یک بار میگی، حی علی الصلاة رو یک بار، حی علی الفلاح یک بار، و قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة رو میگید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، این میشه اقامه، اقامه رو میگید. بیننده عزیز تسلیم استاد، من اهل مسجد و جمعه و جماعت بودم، الان چند سال است قطع نخا و خانه‌نشین شدم، سوالم این است، من روی قالی تیمم میکنم، آیا نمازم درست است؟ من فکر کنم شما سوال تکراری میذارید، نمیدونم دیروز من همین سوال شما رو جواب دادم، یا اینکه دو تا موبایل دارید با دو تا شماره میدید، یا اینکه به هر حال یک دو نفرید، به هر حال تیمم کردن زمانی تیمم جایزه که آب نباشه یا نتونی آب رو استفاده کنی، اگه کسی نداری آب برات بیاره، لگنی چیزی بیاره که توش
وضو تو بگیری یا کسی نیست کمکت کنه وضو بگیرید، جایزه که تیمم کنی. تیمم هم با اگر شما بتونی تیمم کنی، لابد کسی هم هست کمکتون کنه، آب براتون بیاره، وضوتون رو بگیرید. ولی به هر حال فرض کنیم خیلی مشقته، تیمم روی فرشی که دارید رو میرید، اگه فرشتون تمیزه و غباری درش هست، درست روی قالی که اون فرشی که غبار داره ولی تمیزه، تیمم کنید. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم استاد گرامی، شخصی در ماه مبارک رمضان پس از ادای نماز صبح میخوابد ولی در خواب احتلام میشود، حالا اینکه نیت روزه را دارد، آیا روزه وی باطل است؟ نه خیر، روزه باطل نیست. اونی که در خواب اتفاق میفتد، اگر در خواب احتلام شدید، منی خارج شد، اثر منی رو بر لباستون دیدید، غسل میکنید و روزتون درسته، هیچ تأثیری روی روزتون نداره، چون این احتلام رو در خوابه. اما معاشرت جنسی با همسرتون روزه رو باطل میکنه قطعا و کفاره سنگین داره. و کسایی هم دیروز کسی سوال کرد در مورد خودارضایی، آیا خودارضایی روزه رو باطل میکنه؟ بله روزه رو باطل میکنه، ولی در مورد کفاره، آیا کفاره هم دارد 60 روز پیاپی روزه بگیرد؟ اختلاف نظر هست. جمهور فقها میگویند که کفاره ندارد بجز توبه، ولی روزه اون یک روزش باطل شده باید حتما قضا کنه. اما کسی که با همسرش معاشرت جنسی دارد، قطعا معاشرت جنسی عموما روزه رو باطل میکنه، اون یک روز رو به اضافه اینکه کفاره باید حتما بدهد، اونم آزاد کردن برده که در این روزگار نیست، روزه گرفتن 60 روز پیاپی روزه باید بگیره. اگر مریض و ناتوان و ضعیفه، میتونه 60 مسکین رو غذا بده به جای 60 روز روزه. بیننده میگه سلام علیکم، آیا فقط اقرار به زبان و تصدیق به قلب سبب ورود شخص مسلمان به بهشت میگردد یا خیر؟ ببینید، ایمان هم اعتراف به زبانه، هم تصدیق به دله، هم عمل به جوارحه. نمیشه کسی فقط، حالا البته اختلاف نظر هست بین اهل علم، بعضی ها میگن همون تصدیق به قلب و گفتن به زبان برای مسلمان بودنش کافیه، برخی گفتن نه، باید حتما عمل به جوارح و اعضاش هم باشه، یعنی عمل صالحی که تأیید این ایمان بکنه و تناقضی با ایمان نداشته باشه، تضاد و تناقضی نداشته باشه، اون وقته که داخل بهشت میشه. آیا فقط گفت بله، چرا سوره مبارکه توبه مثل سوره های دیگر قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم در آغازش نمیشود؟ اولا گذاشتن بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره ها توقیفی هست. توقیفی هست یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر علیه الصلاة و السلام اون رو گذاشتن از طرف خداوند، به امر خداوند که کجاها بسم الله بذارن گذاشتن. و اما سوره توبه اهل علم دو چیز رو گفتند، یکی اینکه در سوره توبه استمرار و ادامه سوره انفاله و بعد از انفال توبه میاد، در معنا و در واقع ادامه سوره انفال هست. برخی از اهل علم گفتند نه، به خاطر وجود آیاتی که وعید به عذاب شدید داده از زیاد است در این سوره، بحث قتال هست در این سوره و جنگ با مشرکین و که دستور میده قاتلوهم حیث وجدتموهم تا آخر آیه، و دستور به قتال در این آیه زیاده، لذا بسم الله الرحمن الرحیم در اولش نیامده است. میگه حکم کار کردن در دولت مزدور که مطابق شریعت حکم نمی کند چیست؟ کار کردن به معنی تأیید کردن نیست،
شما اگر یه جایی کار میکنید معنیش این نیست که شما اون رو قبول دارید. نه تنها این، خیلی از جاها، خیلی از شرکت ها، شما در خیلی از شرکت ها کار میکنید ولی قرار نیست که اون شرکت رو شما تایید کنی صاحبش، یا کل اساسنامش رو تایید کنی. اگر مخالفتی صریحی با شریعت نداشته باشه شما قبولش دارید. الان کار کردن در یک مؤسسه دولتی، فرض کنید شما در بیمارستان کار میکنید، چه ربطی به دولت داره از لحاظ اینکه شما دارید کار میکنید؟ نه به مزدوریش کار داره، نه به بیدینیش کار داره، نه به خلاف شرع بودنش کار داره. شما دارید در نظام بهداشت داری خدمت میکنی به مردم. یا فرض کنید در راه و ترابری داری کار میکنی، چه ارتباطی داره به نظام عقیدتی این حاکم؟ فرض کن شما در نمیدونم شهرداری ها کار میکنید، در هر جای این کشور پهناور کار میکنید، هیچ ربطی به نظام حکمش نداره. البته ایشون از افغانستان داره میگه، در افغانستان اونی که هست بیشتر از هر وقت دیگری به شریعت نزدیکترن. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم و رحمت الله، اگر بالای کسی قرض داشته باشیم، قرض خود را در زکات خود حساب کنیم چطور کنیم؟ می شود؟ نمیتونید قرضتون رو بابت زکات به طرف مقابل ببخشید، زیرا اینجوری به خودتون کمک کردید. شما یک قرضی رو دادید به یک نفر، این خیر کردید، ثواب بهتون داره، تبرع کردید، الان طرف نداره قرض رو پس بده، یا پس نمیده یا نداره یا اصلا خودش پس نمیده، اون وقت شما بیای بگی خب باشه من زکات امسال رو به جای قرضم برمیدارم، اینجا به خودت کمک کردی، اینگونه قرضت رو وصول کردی، در حالی که زکات رو باید پرداخت کنی. اونو که قرض دادی راه دیگری پیدا کن برای اینکه ازش پس بگیری، ولی زکات رو نمیتونی، قرض رو به جای زکات حساب کنی. بیننده عزیزی گفتن سلام، ببخشید نماز جمعه نماز سنتش دو رکعتی خوانده میشه چهار رکعتی؟ نماز سنت، اولا قبل از نماز جمعه دو رکعت سنت میخونید که اختلاف نظر است. برخی از اهل علم گفتند که این سنت تحیت المسجده، بعضی هم گفتند که این سنت جمعه است. دو رکعت اینو میخونید، بعد از نماز جمعه چهار رکعت سنته که اون رو دو تا دو رکعت میخونید، دو رکعت میخونید، تشهد میخونید، سلام میدی و سپس دو رکعت دیگه میخونی، تشهد میخونی و سلام میدی. برخی از اهل علم گفتن بهتره که سنت رو تو خونه بخونی، برخی هم گفتن دو رکعتش رو توی مسجد بخونی، دو رکعتش هم توی خونه بخونی، ولی دو رکعتی است. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز یک سوال دارم. استاد ما مغازه داریم در فدراس سای روسیا، بعضی وقتا موسیقی میمونیم، یعنی موسیقی میمونیم، در بین موسیقی آگاهی میکند که مثلا که ما مثلا مالهای خودمون رو ارزان کردیم، مثل رکلام با فارسی نمیدونم چجا، همین ما موسیقی میمونیم، یعنی بلند کرده برای کارمون رو پیش بودن مثلا آگاهی کنند که مثلا ما ارزانی کردیم، همین عذیتی اما موسیقی رو ببینید، به هر حال حکم موسیقی رو همه شما میدونید، چندین بارم سوال کردید و عرض کردم موسیقی نزد جمهور فقها هر نوعی که باشه حرام، اما برخی از فقها اومدن جدا کردن، برخی گفتن که اگر موسیقی هم گفتن مثل سخن گفتن خوب باشه خوبه، بد باشه بده، و لذا رأی جمهور همیشه احوتر و درستر هست در این مسئله، و لذا
بندم رأی جمهور رو ترجیح میدم. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم استاد عزیز، مادر شوهرم میگه من رفتم پیش یک ملا برای دخترم دعایی گرفتم تا کسی بخت بندش نکنه، این برام گناهه که برام به گناه که نداره، بعد اون دعا رو دخترم انداخته دور بی زحمت، در آخر میگه بی زحمت بلند نخون. خب من شما باید اول بگید که بلند نخون تا بلند نخونم، اما اینکه تموم شد بعد میگید بلند نخون، دیگه تموم شده، بلند خونده شد و تموم شد. البته چیزی درش نیست. ببینید اولا پیش هیچ ملایی برای دعا نویسی و تعویذ نویسی و این حرفا نرید. کار خوبی هم کرده، دخترتون انداخته دور، کار خوبی کرده که به اون عمل نکرده. دعا گفتنیه، نوشتنی نیست. دعا رو شما باید بکنید، دست بلند کنید، دعا کنید. خدا نفرموده دعا رو بنویسید، فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید. نفرموده که اکتب الدعا، دعا رو بنویسید، به خودتون آویزون کنید. اینا همه از اموری است که خطر وقوع در شرک وجود داره، لذا نهی شده از این کارا. مردمی که میرن پیش دعا نویس، فکر میکنن اون کاغذی که بهشون داده دلشون معلق به اون کاغذه، میگه اگه این کاغذ تو ماشینم باشه تصادف نمیکنم، اگه تو جیبم باشه خطر نداره، اگه به گردنم آویزون کنم نمیدونم فلان میکنه. اینا شرکه. شمایی که معتقدی یه دون کاغذی که بهتون داده، بخت بستنم اون چیزی که خداوند برای کسی مقدر کرده باشه، هیچ کسی نمیتونه اون رو ببنده. اگرم مقدر نشده، خب دیگه مقدر نشده. لذا ایمانتون رو به قضا و قدر الهی تقویت کنید و خودتون دعا کنید، خود دخترتون و خود شما. اگه دخترتون مرتب از کار صبح و شام رو بخونه، هیچ کی نمیتونه بختش رو ببنده. اگر مرتب دعا کنه و از خداوند خیر و برکت و آسانی و یسر بخواهد، کارش درست میشه و ازدواج خوبی هم خواهد. بیم سراغ سؤال بیننده عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خسته نباشید استاد محترم. سوال من این بود که استاد، این صدقه فطر، من خودم شخصا با مادرم و خواهرم در ایران زندگی میکنیم، بعد پدرم با دو تا برادرم در افغانستان زندگی میکنیم، این صدقه فطر ما مثلا هر شخصا خدا بدهیم یا سرپرست که مثلا پدر من میشن اون بدهن، یا شخصا هر خدا ما جدا جدا صدقه فطر بدهیم؟ خیلی ممنون، دست شما در نکنیم. هر کدومتون جدا بدید بهتر و افضلتر هست، ولی اگر نمایندگی رو به پدرتون دادید، وکالت پدرتون دادید، پدرتون بخواد برای همه انجام بده، اونم جایزه. ولی اگه جدا جدا بدید درسته و درستر هست. هر کسی یا هر خانواده ای که هستید، اونایی که توی ایران هستید اونجا بدید، اونی که توی افغانستان از افغانستان بده. ولی اگه شما هم پول بفرستید افغانستان، زکات فطر یا صدقه فطرتون رو بدید، باز هم خوبه. ولی هر دو جا فقیر پیدا میشه، مسکین و نیازمند هست، میتونید بدید به مسکین و نیازمندی که نزدیکتون هستند. بیننده عزیزی گفتند بازا ما الان صحبت استخاره رو کردیم و توضیح دادیم، ولی خب بیننده عزیزی گفتند استاد بزرگ باشیم، یک سوال، نماز استخاره باید چه موقع خوب بخونید؟ هر موقعی که خود دوست دارید، وقت خاصی نداره نماز استخاره رو. حالا اگر وقتهای مبارکی چون وقت سحر بخونید، یعنی ثلث آخر شب بخونید، بین مغرب و عشا بخونید، وقت ضحا بخونید، این اوقات مبارکیه، هر وقتی بخونید درسته، هیچ ایراد و اشکالی در این نیست که شما اگه وقت دیگری خوندید
ممنوعیتی باشه. ممنوعیتی در وقتش نیست. بیننده گفتن سلام استاد، پسر 13 ساله در صورتی که روزه بگیرد برای او ثواب حساب می شود یا خیر؟ بله حتما برای او ثواب حساب می شود، برای پدر مادرش هم ثواب حساب می شود. اگر این پسر بالغ شده، یعنی احتلام شده که نشانه بلوغه، خب برش فرض این نمازاشو بخونه، روزاشو بگیره. اگر احتلام نشده، یعنی بالغ نشده، برش فرض نیست، ولی بر پدر و مادرش سنته که اون رو عادت بدن، مستحبه که عادت بدن به نماز خوندن. آیا برای مردها، برای مرده ها می توان روزه گرفت یا نماز قرآن خوند و اهدا کرد؟ ببینید، برای مرده ها نمیشه نماز خوند و نمیشه عبادات فردی مثل ذکر و تسبیحات رو انجام داد. اما در مورد روزه، برخی از اهل علم گفتند که اگر روزه نذر بر گردن پدرتون مادرتون باشه و فوت کنه، فرصت نکنه این روزه ها رو بگیره، شماها سنت به جاش بگیرید، میتونید به جاش بگیرید. زیرا دو زنی اومد خدمت پیامبر، گفت که مادرم نذر کرده بود روزه بگیرد ولی فرصت پیدا نکرد، فوت کرد، آیا من به جاش بگیرم؟ گفت بله بگیر. این برای فرزندان به جای پدر و مادره. در بقیه روزه های دیگه، کسی که روزه قرض برگردنش هست به خاطر روزه فرض رو نگرفته تو رمضان، نه خیر، نمیشه به جاش بگیرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام احترام. تشکر میکنم از برنامه زیبایتان. نه واقعا که آموزنده است. سلام احترام، یک سوال داشتم که چون بعد از نماز خفتن تراویح شروع میشه، چون ختم قرآن از نشان نیست در مسجد ما، من خودم محفظ قرآن مجید هستم، ایتو میشه که تراویح رو در مسجد بخونید، به جماعت بخونید، تا زمانی که امام یعنی پیش نمازتون منصرف نشده، شما منصرف نشید، با ایشون تموم کنید. تموم که کرد، یک قیام شب برای شما نوشته شده، کتب له قیام لیله، پیامبر فرمود قیام نماز، قیام رمضان براتون نوشته شده. حالا برگشتید خونه خودتون، میخواید بازم بخونید، هیچ اشکالی نداره. این رفقا به اسم تعقیب نام برده اند و در تعقیب و بعد از نماز تراویح که در مسجد خوندی، میتونی باز هم شروع کنی به خوندن نماز تهجد. حالا هر چند که رکعات که بخوای بخونی، هر چند ساعت بخوای بخونی، هیچ ممنوعیتی در این وجود نداره. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم، سوال من این بود که مادرم مشکل پای دردی دارد، وقتی که نماز میخواند نشستن استادن برایش سختی میکند تا اینکه مجبور میشود که نشسته بخواند، آیا نمازش درست است؟ بله نمازش درست است. اگر کسی نتونه استاد نماز بخونه، جایز نشسته نماز بخونه. اگه میتونه بیسته، اما اگه نمیتونه ایستاده، بشینه رو صندلی. اگه نمیتونه، بشینه رو زمین. اگه نشد، دراز بکشه. یعنی در هر حالی که میتواند نماز بخواند. فاتقوا الله ما استطعتم، تقوا پیشه کنید به اندازه‌ای که توان دارید. بیننده عزیز گفتن سلام، من نماز نشسته بالای کرسی میخوانم، ایستاده میتوانم ولی ایستاده پاهایم درد میکند. ایستاده شروع کنید، ایستاده بخونید تا زمانی که نمیتونید، نتونستید بشینید روی
صندلی و ادامهش رو صندلی بخونید. ولی وقتی که میتونید اینقدر وقتی آنچنان نمیگیره از شما، همش نمازتون مثلا نماز چهار رکعتتون چند دقیقه است؟ مدت بسیار کمیه، لذا سعی کنید که اگر میتونید استاده بخونید، اگر نتونستید بشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من حالی از این یک خواهو داشتم. من در خانه قرآن بعضی اشتباهات رو دارم. آیا با روز خانه نمیتونم. کمی اشتباهات رو دارم. آیا خواندن این قرآن با اشتباه گناه دارد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر اما در مورد سوال اولش میگه من قرآن میخونم ولی غلط میخونم. اگه شما بدونید این کلمه غلطه نباید غلط بخونید. ولی اگر دارید مقدار تلاش میکنید درست بخونی. به خیال خودت و به ظن و گمان خودت درست میخونی. اما یک کسی دیگه امکان داره کنارت نشسته ازت ایراد بگیره بگه اینجا رو غلط خوندی. این اشکال نداره، شما تلاش تو میکنید درست بخونی. وقتی تلاش میکنی درست بخونی جایزه، ثوابم داری. ولی سعی کن که یاد بگیری هر جا رو که غلط خوندی بهت گفتن اینجا غلط خوندی، یک مداد از اون مدادهای زغالی دستت بگیر، زیرش خط بکش، بگو این کلمه رو غلط خوندم، به خاطر اینکه اون غلط خوندن رو تصحیح کنی و درست بخونی. و اینقدر تمرین بکن که کل قرآن روان بشه برات. بیننده گفتم با سلام خدمت استاد گرامی، آیا سرسایه نوه پسری برای مادر بزرگ جایزه یا نه؟ چون که مادر بزرگش هم فقیر هست. نوه پسری ایشون، این مادر بزرگ اگر ناناوری نداشته باشه، کسی نباشه هزینه‌شو کنه، از فامیلای نزدیکش نزدیکتر از این نوه پسریش نداشته باشه، نفقه این مادر بزرگ بر عهده این نوه هست. لذا کسی هم که نفقهش بر عهده ما هست جایز نیست که بهش زکات بدیم. پس چه کار کنیم؟ باید از مال خودمون بهش بدیم. زکات مال ما نیست، زکات مال حق معلومیه که مال فقیر و مسکین و مستضعف و ناتوانه. ولی مادر بزرگت باید از جیب مبارک خودت پول بهش بدیم، هزینه زندگیش رو تأمین کنی. سؤالی رو بیننده عزیزی سؤال ازم پرید، گفت سلام جناب استاد، یه سوال دیگه ای هم داشتم، ممنونم اگه جواب میدادید. من الان نماز عصر رو خوندم، بعد از نمازم یه چند قدم راه رفتم یه قطره ریخت، باید دوباره نماز بخونم یا اینکه لباسم باید عوض کنم؟ ببینید، این همه دقت کردن باعث میشه که شما دچار وسواس بشید. شما اگه به چشمتون دیدید، ادرار رو دیدید، لباستون خیس شد، اولا نمازتون رو خوندید، میگه بعد نماز این رو دیدید، نماز خوندید تموم شد، دیگه چرا باید یعنی بخوای دوباره نماز رو بخونی؟ شما خوندی و تموم شده. وقتی که نماز رو خوندی هیچ مشکلی نداشتی، بعد از نماز چند قدم راه رفتی، بعد یک قطره ادرار ریخته، نمازت صحیحه، هیچ مشکلی نداره. ولی این کارا رو با خودتون نکنید، شما دوچار وسواس میشید وقتی اینقدر زیاد دقت میکنید روی این مسئله. تا طهارتتو گرفتی چند قدم پاهاتو جابجا کن، بعد بشور خودتو، بعد برو وضوتو بگیر و نمازتو بخون. لازم نیست که شما نمازتون رو قضا کنید، چون نمازتون تا اون لحظه شما وضو داشتید. بعد نماز
احساس کردی، حالا احتمال داره اصلا ادراری وجود نداشته باشه که شما فکر میکنی، بلکه احساسیه که داری. به عنوان آخرین سوال میگه سلام علیکم استاد گرامی، چرا انتهای نماز سلام میدیم؟ خداوند مهربان حافظ و ناصر است. شما چرا در انتهای نماز سلام دادن پایان نمازمون هست و سلام دادن بر ملائکه، بر مردمان دیگه، سلام به معنی دعا کردن هست، به معنی پایان دادن هست، به معنی اعلان صلح کردن هست و معانی مختلف دیگه ای داره. ولی ما چون پیامبر این کارو کرده، این کارو میکنیم. پیامبر دستور داده افتتاح نمازتون با حمد و با بسم الله و با حمد و انتهای نمازتون هم با سلام. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو خدا بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.